الکسی بودگانوفسکی خبرنگار روس که از شاهدان عینی وقایع پایتخت یونان بوده است از آتن با ماست. به یورونیوز خوش آمدید. واکنش مردم یونان به تازه ترین رأی پارلمان واکنشی مطلوب نبود و حتی اکنون نیز در پس زمینه گفتگوی من می توانیم صدای معترضان را بشنویم. آیا نخست وزیر می تواند برنامه اش را در چنین شرایطی اجرایی کند؟ در حال حاضر به نظر می رسد که مشکل باشد. اروپا اعتماد خود را به رهبران یونان از دست داده. تفاهم کمی میان طرفین در سالهای اخیر وجود داشته است. با وجود وامهای قابل توجه چند میلیاردی، یونان تمامی برنامه اصلاحی مورد درخواست را اجرایی نکرده است و بالعکس سیاستمداران یونانی فکر می کنند که این اصلاحات نادرست است و برنامه ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول اشتباه بوده است. چرا؟ که در عمل از یونان خواسته شده تا تولید ناخالص داخلیش را کاهش دهد. در واقع یعنی کاهش تقاضای اقتصادی به امید اینکه روزی رشد اقتصادی از سر گرفته شود. سرانجام اعتراض‌های شهروندان که ما شب گذشته شاهدش بودیم ادامه خواهد یافت و در شرایط بدتر حتی بیش از پیش خواهد بود. نخست وزیر مدعی است که این کشور بر لبه فروپاشی ایستاده است. چقدر فکر می‌کنید این امر درست است؟ اگر این تظاهرات را نشانه فرض کنیم، آیا یونانی‌ها با او موافقت خواهند کرد؟ بسیاری از یونانی‌ها هنوز با نخست وزیر مخالف هستند. آنها ممکن است که او را مستقیماً کارگزار سیاست‌های اتحادیه اروپا ندانند، اما حداقل او را حامی خواست‌های این اتحادیه می‌شمارند و فکر می‌کنند اتحادیه اروپا خواستار محافظت از بانک‌های اینجاست و نه همه شهروندان یونان. همچنین آنان فکر می‌کنند که انفجار اجتماعی، گسترش فقر و چیزهایی از این قبیل در یونان به هر روی به زودی حادث می‌شود. آنها هیچ نکته مثبتی در آینده اجرایی شدن سیاست‌های ریاضت اقتصادی نمی‌بینند. بنابراین هراس از فروپاشی واقعی است. به عنوان آخرین پرسش، اگر فضای بی‌اعتمادی میان مردم و سیاستمداران وجود داشته باشد، این مشکل چگونه حل خواهد شد؟ با ناآرامی‌های اجتماعی، نافرمانی‌های مدنی نامحدود یا کمی متمدنانه‌تر و شاید با انتخابات بعدی؟ اکثریت عظیمی از مردم در تظاهرات بدور از خشونت شرکت کرده بودند. 100,000 نفر در خیابان‌ها راهپیمایی کردند و تنها حدود 1,000 تن از آنان به فروشگاه‌ها حمله کرده و ساختمان‌ها را آتش زدند. این نشان می‌دهد که یونانی‌ها متمایل به اعتراض بدور از خشونت هستند. از سوی دیگر برخی به آتش افروزی دامن می‌زنند. به لحاظ سیاسی اما هر کسی که در انتخابات آتی برنده شود، چه از احزاب موجود باشد چه از سوی معترضان، وضعیت همچنان دشوار باقی می‌ماند. به این معنی که یونان همچنان سالهای سختی پیش رو خواهد داشت. سالهای سخت اقتصادی در پیش است. در واقع نشانه ای از بهبود وضعیت وجود ندارد. ما بررسی وقایع یونان را در تلویزیون یورونیوز ادامه خواهیم داد.